سلام، به برنامه راه خیلی خیلی خوش آمدید. یادتون میاد اون اوایل که سیستم تلفن همراه در ایران راه اندازی شده بود چقدر برای هممون جذابیت داشت؟ اون موقع شده کمتر کسی فکر میکرد که این دستگاه فقط به تلفن نیست، میتونه کارهای خیلی زیادی داشته باشه. اما امروز همین تلفن همراه که موجبات رفاه همه ما رو فراهم کرده، باعث نگرانی هم شده. الو، چی؟ برن تظاهرات؟ فتنه، میخوای منو گمراه کنی؟ هست؟ امروز میخوایم درباره مضرات این پدیده استکباری صهیونیستی یعنی تلفن همراه یه بحث آزاد داشته باشیم. حالا همه مسئله همون حله، فقط همین یه دونه مونده که نمیتونی ما رو از ولایت جدا کنی. ها 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 خوب؟ ببینیم آیا واقعا تلفن همراه به عنوان یک معضل میشه بررسیش کرد؟ آیا تلفن همراه معضلاتی به همراه داره؟ تلفن همراه استفاده اصلیش ارتباطات، همونطور که گفتیم، اما خیلی از ماها همونطور که گفتن دیگه شده خواب و بیداریمون، یعنی تمام برنامه های روزمون و تمام کارهای روزانمون رو داریم با تلفن همراه انجام میدیم. بابا عجب صحبت آزادانه کردی خانم، واقعا تلفن همراه ما ارتباطاته. من اونو گفت تو حالا ازش به عنوان گوشتو استفاده میکردم. اصلا این تلفن همراه خواب و بیداری ما رو گرفته. میخوام بخوابم میذارم زیر سرم جای بالش، صبح باید این نفلاک میزنم، موهایمو شونه میکنم باهاش بالا پایین، اصلا همه امور روزانه منو گرفته. آقای دکتر، من یادم در 12 سال پیش با ورود این تکنولوژی به ایران همه خوشحال بودن از اینکه از این پس دیگه میتونیم در دسترس باشیم یا دیگران رو پیدا کنیم از طریق تلفن همراه. اما الان یک دغدغه شده برای همه، ناراحت کننده است که من در زمان آرامشم، زمان سر کلاس درس هستم، سر محل در محل کارم قرار گرفتم و یه جایی که دوست ندارم ارتباط تلفنی داشته باشم به ناگاه تلفن من زنگ میخوره. به نظر شما چیکار باید کرد؟ واقعا شما یکی از مشکلات بقرنج و لاینحل جامعه جهانی رو مطرح کردید. چی بگه شما؟ از این چیزی که به ذهن من میزنه اینه که شما باید برید پیش یکی که کار با تلفن همراه و بلده، باید ازش بپرسید دکمه خاموش کردن این کجاست دیگه، هر جا زنگ نزنه. ولی